حالا شما چطوره؟ خوب خوش آمد. چی کشتش؟ کسی نکشتش والا. کوهیار مردش ده بیابو جسته بید. ای کار به جگرت کوه. آلیار شما منو بزرگ کردی. جا آقای مایی. کوهیار قتل نکرده. انگلیسی حرف داره. بیاد به کوه. حکومت از چادر نشین جماعت دل خوشی نداره. بهتر بهانه به دستشان ندیم. میخواد ببیندتان آلیا. وقتی پاجنبی اینجا وا شده نونم از دستمان رفت. حرفا بوی خون میده آلیار. چه به دلداری آلیار. تو هم یادت رفته خدا وست وقت کوچه. با یه گروهی چند نفر بودیم حرکت کردیم توی ایل بختیاری که خیلی از اون چیزهایی که دیدیم بعدها محمود رفته بود فیلم برداری کرد برای محسن فیلم گبه از اون ساخته بود اون تیکه های ما که جاهایی بود که من بردم نشوندم دقیقا رفته بود جای خیلی زیبایی داره رفتیم توی ایل بختیاری و رفتیم تا ایزه رفتیم دیگه اومدیم از ایزه که برمیگشتیم ایزه اون موقع بن‌بست بود حالا نمیدونم جاده زدن یا نه شهر کوچیک بختیاری از ایزه داشتیم برمیگشتیم دم غروبی بود من بچه واسه این بغل یه چایی بخوریم یه دونه ماشین هم داشتیم سواری من چای رو یه آتش روشن کردیم و شروع کردیم بغلتون ها بودم طوری که من رو منور بود برگشتم پشت سرم این آسمون سرخ زده بود با یه وسعتی که با کوها انگار یکی شده بود چیز رنگ سربی غریبی سربی قرمز غریب بعد یه دفعه دیدم یه سری غول مثل این نیست نشسته بودیم اینم بالاتر بود این قبرستون شیرها همه انگار به ما نگاه میکنن بعضیشون انگار رو با آسمون سرهاشون شیرها بلند بود بعد این ضد نور که شده بود یک عظمت عجیبی گرفته بود من همینجوری رفتم طرف این قبرستون خیلی زیبا بود این تصویری من گفتم من فیلمو پیدا کردم محمود گفت چی بود اسم فیلم شیر سنگی است شیر سنگی میسازم تو راه من طرحشو نوشتم من برمیگشتم تهران چه ای کنی؟ خدا مرا سنگ به قبرش میذارم ایگان یه شیر سنگی هم بذار به قبرش ای خدا بیامرزش به ما که خیرش دست بعد برمیدونم تهران من اینو نوشتم شیر سنگی رو خیلی عاشقانه اینو دوست داشتم چون ذره ذره از واقعیت ها بود مثلا حتی اون بیتی رو هم که در بای علیار و نامدار خانه اینا بود ما پیدا کردیم صداهایی رو ضبط کردیم اووردم با آقای فریدون شهبازیان صحبت کردم بودم اینا رو گوش کن اینو من میخوام تبدیل کنی ساخته بشه موتیوهای مدرنی داره انگار نیست فولکلوره که موسیقی عجیبی ساخت و متاسفانه اون موقع نادیده گرفتنش به دلایل سیاسی اون زمان بنده خدا آقای فریدون شهبازیان وگرنه همه‌شون میگفتن حق شهبازیان بود ما برگشتیم تهران من فیلمنامه رو بردم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلمنامه اومدیم بعد یه ماهی اینا گفتن رد شد برای چی رد کردیم گفتن این ایرادا بهش وارده یک اینا تعدد شخصیت درش هست دو سه چهار پنج نه تا ایراد گرفته بوده از جمله یه جا نامدار خان میگم من میگم قانون تو میگه قرآن اینا چیکار به هم داره سوال بود این سوالی بودی برای خود ما این هم باید حس بشه من گفتم ما این فیلم رو بگیر نسازید دیگه مرض دارین مگه ما رو میبریم بیاره این نوت ایراد که گرفته یعنی من برم یه فیلم نامه دیگه بنویسم بیارم اومدیم خونه خیلی ناراحت بودم گفتم بریم باشیم رفتیم اتاق آقای انوار 8 صبح هی وقت میگرفتیم اون موقع فردا وقت میدادم
رفتیم گفتیم آقای انوار چی گفتیم ما این فیلمنامه نوشتیم آوردیم میخوام فیلم بسازیم این وزارت خونه شما ما اجازه نمیده این ایرادار هم به ما گرفته حالا اینشون تلفن رو برداشت یه صحبت هایی کرد به ما پروانه رو دادم و جالبه که این پروانه من نگرش داشتم نوشته که مشروط به کارگردانی خودتون بلا مانع است یعنی به هر حال یعنی خوب نیستید ولی چون به ما انگار از بالا گفتن بریم بسازی نیمی نداره برای من جالبه که به سناریوی این فیلم بدون حذف شدن هیچ کدوم اینا جایزه داد بهتر فیلمنامه رو دادن فیلمنامه که من عصبانی بودم از منم سوال کردن تو چرا اینقدر اخمو بودی آقای خاتمی به من جایزه رو داد خشمم رو این بود که به من جایزه ای که دادن جایزه فیلمنامه دادن اولا که این فیلم باید مثلا کارگردانی من باید میده جایزه فیلمنامه رو به من دادی بعد فیلمنامه ای هست که شما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مردود شناختش به نه دلیل برای این یکی از اون اتفاقای جالب بود اما شیر سنگی ما رفتیم اونجا یک سال دنبال این بودم که به من یه پول یکی بده فیلم رو بسازم بنیاد فارابی هیچ کمکی نکردم گفتم ما هیچ کمکی نکردم دیدیم اینا فیلم رو میسازم رفتیم فیلم رو بودیم فیلم نامه خودمون رو به اون بفروشیم خودمون میسازم گفتم 180 هزار تومان یعنی دو برابر قیمت خودمون فیلم نامه رو خریدیم آقای عباس شباویز اومدن گفتن این فیلم رو با هم میسازیم منم یه سری دلار داشتم اون موقع دلار 68 تومان بود ما خودم برده بودم اینو فروختیم رفتیم فیلمو بسازیم خب بنده خدا عباس جابوز پول من که تموم شد دیدم عباس گفت من پول ندارم مگه اینکه تو می‌خواستم اینجوری بگیرم که از پخش پول بگیریم گفتم من نمیذارم پخشو بدین اول باید این بر اونور علیرضا شجاع‌نوری بازی می‌کرد که خودم آورده بودم تو بازی گفتم علیرضا جان یه کاری بکن تو برو گفت من میرم از بنیاد پول میگیرم حالا جالب رفت علیرضا شجاع‌نوری اون شریک فیلم ما شد ولی متاسفانه بنیاد فارابی به ما گفتش که 3 میلیون تومان شما به ما بده کارید فیلم ما رو برداشت صاحب شد من برام مهم زیاد نبود اون موقع چون جوان بودم مثلا هیچ وقت هم خدا رو شکر من محتاج نبودم و همیشه خوشحال بودم یه دفعه که به هم بی پول بودیم حرفی که به دلمون نشست این بود که من خیلی داغون بودم تنهایی نشسته بودم تو فکر بودم که چیکار بکنم فردا نهار نداریم بخوریم به بچه گروه باید بریم قرض بکنیم مثلا تیران نهار بخریم این آقای نصیریان و آقای انتظامی اومدن و حرفی که زدن طوری که تو چشمشون بود معلوم بود در کمال صداقت گفتن گفتن ما دوتا یکیمون خونهمون رو میفروشیم ما به این فیلم اعتقاد داریم دوتامون از اون خونه استفاده میکنیم تا فیلم تموم شه بتونیم یا گروش میذاریم تو فیلمتو تموم کن من همینطوری نگاه کردم این همیشه تو دلم بوده که اینا هم چه آدمایی بودن برای شیر سنگی کست رو انتخاب کردیم بعد از پروانه خودمون تهیه کننده شدیم و رفتیم گلدره گلدره بعد از شهرزا نزدیک اصفهان بعد از شهرزا یه جایی به اسم گلدره که ایل قشقایی میاد اونجا و میشد یه فضاهایی از اونجا رو استفاده کرد حرکت کردیم رفتیم به هر حال توی ایل توی ایل چادر زدیم اومدیم با چادر یه شهرکی برای خودمون احداث کردیم یعنی یه جایی رو فضایی رو گرفتیم همه رو سیاه چادر بختیاری ها رو زدیم خودشون هم اومدن برامون زدن بعد گریمایی که اومدن انجام بدن هر کاری میکردن خب خود آدم مثلا از گریم تسن و بودنش خیلی بدم میومد به این دلیل آقای نصیریان، آقای انتظامی، آقای عطاالله زاهد مرحوم احمد هاشمی اینا همه تصمیم گرفتن که خودشون رو گریم بکنن تو آفتاب یعنی با ایلات صبح پا میشدیم سوار اسب میشدیم میرفتیم زیر آفتاب و آفتاب سوخته شدن خط کلاه براشون افتاد برای اینه گریمی ندارن ولی از بس خوبه برای اینکه واقعا همینا شدن یعنی قشنگ خط کلاه ها سفید افتاد
این با این سوخته شده بود، دائما با خاک ور می‌رفتن، دستا رو خاکی می‌کردن که این چغر بشه، این دستا و ناخونا و اینا حسای خوبی بده. یعنی اینجوری تمرینایی بود که الان میگم به هنرپیشه‌هامون بگید براشون عجیبن. و بعد تو این چادرا می‌رفتیم، تو چادر ایلیاتیا می‌شستن، باشون گپ می‌زدن آقای نصیریان، آقای انتظامی، شب ما می‌اومدیم با هم تمرین می‌کردیم. محمود کلاره یه روز قبل از اینکه حرکت کنیم فیلمبردار انتخاب بکنم اومد پیش من گفت مسعود مدیر فیلمبرداری خود من باید باشم. به عنوان مدیر فیلمبرداری اون معرفی شد و کار بسیار زیبایی هم کرد. و خب همه اینا هم باز دوباره حرکت کردیم، این بار محمود کلاری، منهای تورج منصوری، منهای محمد آلاتپوش و منهای علیرضا رئیسیان، یعنی باز یه گروه جدیدی شد. چرا روز خوش نداریم آخه؟ پیچه زندگی لعنتیه که ما داریم. آه علی یا جنگ درست کردی ها؟ علیار سر قبرت شیر سنگی میگذارم. فرهنگ بومی خیلی برام اون موقع مهم بود که اون منش پهلوانیش، اون منش اسطوره، اون منشی که تو اینا وجود داره خیلی مهمه. حرف بر سر همین سنت و مدرنیته بود که ما بحث کرده بودیم. فرض سر این که یک سنت‌های موجودن و دارن زندگیشون رو میکنن، تکنولوژی رشد میکنه، اتفاقای جدید تو جهان میفته، حالا برشون وارد میشه. مشکلی که این تناقض ایجاد میکنه، این کسایی که دارن زندگی میکنن درک درستی از این چیزی که برشون وارد شده ندارن و همین موجب برادرکشی و جنگ داخلی میشه. نامدارخانی که به شدت شیفته این تکنولوژی جدیده و اینکه میگه آبا یه تیکه آهن تیاره میسازن که عقاب بگردش نمیرسه، اما مثلا یه کاری باید ما بکنیم مملکت باید عوض بشه، و اینکه علیاره که درک نمیکنه، چون احساس میکنه از وقتی این انگلیسی اومدن این نفت رو در آوردن، میگه خب اینا که به قول تو با یک کلید شبو میکنن مثل روز، آخه این همه نفت چه کارشون میاد؟ این تناقضی که بین این دوتا یاری که توی دشت سفید، سفید دشت در واقع یارای شیر علی مردان بودن، علی مردان خان، و جنگیدن ولی مجبور شدن مقابل، و بعد هم این خواهر این تو خونه اونه، زن اونه، اینا ما هم فامیلن، هم بستن. اما حضور این مدرنیته در این جامعه سنتی موجب یک جنگی میشه. اونا که به قول تو با یک کلید شبو میکنن مثل روز، پس این همه نفت به چه کارشون میاد؟ خب عقلشون میرسه نه؟ باید تیکه آهن تیاره درست میکنن که عقاب به گردش نمیرسن. نه برای تو ساختن که زیر علمش را سینه میزنی. نه پا میارن کو پیشکشت میکنن، پا تو اکو بزا پایین ببین مملکت چه خبره. حکومت داره آبادانی میکنه. وای حکومت. نه پا بگو میخوای سر خود زندگانی کنی؟ قانون حکومت نباشه هر روز باید با یه مملکتی به جنگ باشی. من گفتم حکومت نباشه، من میگم اجنبی پرستی نباشه. خود سر نشه یه اجنبی بیبی بابا چه میکنن؟ خب میاد چی ازت میخوان؟ یکی کشته شده میگن بیاد استنتاق پس بده، بعد میگن تا یادمانه همین قرآن قانون ما بوده. من میام چی تو میشی؟ خب من نمیدانم اینا را، اما زمانه عوض شده، حالا باید به قانون دولت استنتاق پس بدن مردم، نه اینکه خودشان قسم بخورن کار تمام شد. وقتی که ما میخواستیم گفتگوی درگیری آلیار و نامدار خانو بالای اون کوه بردیم، اون بالای کوه رو من انتخاب کردم که وسعت بیکرانی آسمون پشتش بشه و زیرش هم مثل اینکه توی مریخ هم، و من میخواستم که این آسمونی که روی این هست، حساب کرده بودیم از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر به مرور همیشه ابر تو این دره جمع میشد و به مرور جمع میشد. ما حساب کردیم که اگر مثلا ما بتونیم روزی یه شات اینو بگیریم، این ابر به مرور هر دفعه میایم سراغ نامدارخان پشت سرش این ابرهای چیز متراکم تر میشه و این حس برای این حس اسطوره‌ای میده این مردم. به این دلیل ما یه سکانس فیلم برداری میکردیم ولی ساعت 3 خودمون رو میرسونیم، بعد فردا ساعت 3:30 خودمون رو میرسونیم، پس یه شات میگرفتیم دوباره میرفتیم دنبال کارهای دیگه‌مون. جنگ بود و نداشتن نگاتیو بود،
خب معمولاً وقتی که نگاتیو استفاده میکنن برای یه همچین فیلمی که اینقدر حساسیم به این فضا و رنگ و اینا، این باید یک دست باشه، باید مدیر یک کمپانی باشه، باید امولسیون شماره های امولسیون فیلم روی ردیف باشه. ولی خب نبود. مثلا ما یه سری به ما فوجی دادن، تاریخ گذشته بود، یه پنج شیش حلقه کوداک بهمون دادن، یه سری فیلم آکوا بهمون دادن. یعنی ما از هر چیزی یه چند تا حلقه فیلم داشتیم و میخواستیم یه فیلم بسازیم که رنگش تو دنیا بتونه حرف بزنه. ولی فکر خوبی کردیم، مثلا اومدیم کوداکامون رو گذاشتیم برای فضاهایی که اون رنگ آجوری قرمز رنگ یا سربی رو نیاز بشه داریم. آکفا رو گذاشتیم، یعنی فیلم رو تقسیم بندی کردیم. و بعدم یه مشکل بزرگتر داشتیم که مثلا میخواستیم یه سکانس رو بگیریم فقط یه حلقه نگاتیو داشتیم. حالا ما نمیشه اگر یه اشتباه بشه ما چیکار باید بکنیم؟ این فیلم رو این تیکم باید این آلیار از چادر میومد بیرون که بره نماز بی وقت میخواد بخونه، نماز جنگه، باید بره سر چشمه، زنش دنبال این بره بلا بلا حرفشو بزنه، این محل نذاره، پاشه محس بکشه بره به طرف اتاقش حالا پسرشو ببینه. این یه تیکه باید گرفته بشه که این فضا کات کات بد نشه، چون اصلا میزانسان از این هست. بعد هم حالا میگیم ببینیم آقای نصیری آبینیم ما یه حلقه نگاتی بیشتر هم یه بار هم بیشتر اینو نمیتونیم بگیم. ما اومدیم هشت بار نه بار یادم نمیاد تمرین 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 تمرین، ولی لحظه آخری که داشتم میگیدم باور کن اونجای من داشتم قفه خدای یه اشتباه نکنه، یه اشتباه نکنه، چون این باید دقیق در بیاد. ولی بالاخره میگرفت. شما هم دست از کار نمی کشی خدا بس؟ میه میذارین شما چه وقت نمازه؟ حالا کوتا صبح چه شاد آتش میباره چه به سرداری مرد. میه گناه کردم زن تو شدم. گله باید به کو باشه؟ چرا آوردیشون؟ ای ای با سنگ که حرف نیزنم، با تو هم جونم مرگ شده. زبان به کامت نی؟ هرچی میخوای بگو، من میخوام باید بیام. کجا میخوای بیای؟ به عروسی که نمیریم. منم زلفم انا نبستم که به عروسی بیام. تفنگ دستمه نمیبینی؟ یه چیزی هم که باز میگم امیدوارم این مرام منش ایرانی توی فیلمسازی ما از بین نره، از آدم هاست. بنابود هم سر قبر بی بی آسد محمد و علیار بیان از اسباشون پیاده شن، بعد از گفتگو از با نامدار خان برگشتن. حالا نگاتیو و همه اینا رو گفتم که اینجاها رو که میگم حالا شما ببینید چه اتفاق میفته. فیلم کی داره گرفته میشه؟ این تیکه در گلدن تایم که حد اکثر مثلا زمانش سه رو بگه بشه خیلی زیاده، این نور وجود داره بالای کوه، همه واسدیم دوربین گذاشتیم، حالا هوا خوبه، حالا هوا خوبه، با این زیاده. حالا بگیریم این دو تا اومدن با اسب و پیاده شدن و اومدن. من دیدم که آقای آسد محمد دستشو برده بالای اینجوری و صورتش طرف دوربین پست. خیلی هم من دوستش داشتم، پیرم بود، دلم نمیاد چی بگم، ولی دیوانه داشتم شدم. بابا ما یه فیلم خواستم بگیریم اینو خراب کردیم، نگاتیو نداریم، چه خاکی ما سر آوردیم. این نشست رو قبل دستشو گذاشت رو گفتم دست تو بذار رو قبل، دیگه دیدم دستشو نمیاره پایین. این دستشو که گذاشت اون خون ریخ روی قبل، دیگه من کات دادم، هیچ چاره ای نبود. این آدم وقتی داشت از اسب پیاده میشد اسب کله زده بود، زده بود ابروی این شکافته بود تا پایین. این برای اینکه نگاتیو ما از بین نره هیچی نگفته بود، اومد روی قبر نشست، وقتی دست شده یه خونه ریخ اونم مجبور شد. فکر میکنم میگو فکر کنم نمیبینی تو تاریکی. مثلا یادم نمیره که من اصلا گریه هم گرفتم آسد محمد، بهش گفتم آسد محمد اسم فیلم رو میگفتم، چرا این کار کردی اینا؟ گفت مسعود جان تو من میدونم داری چه زجری میکشی برای این نگاتیو و اینا، حالا من بگم چی؟ اسب زده ابروی ما نشکافته.
و بعد اون شب این انگار یه معجزه بود، من فهمیدم آسد محمد چجوری باید بمیره. که وقتی که توی فیلم آسد محمد تیر میخوره که قدارش و علیار برمیداره، این توی گوشه باید گیر بکنه نیفته زمین، ایستاده بمیره. و درخت از ایستادگی رد میشد، دوربین رد میشد، میرفت روی درخت که ایستاده بود، اسبا میرفت.